سیمای. عموت اومد. خوب، من گفتم که دیگه اینجا نیست، گفت باید پیداش کنم و رفت. چطوره؟ به خدا خیلی خوشمزه است پسرم. یه طعم خاصی داره. دارچینش هم خیلی خوب شده. خیلی خوشمزه است داداش. این چی هست الان؟ به صورت ماشینی درست میشه. اول تو یکی دو جا درست میکنیم، بعد به سوپرمارکت ها پخش میکنیم، بعدم تو جایی خیلی خوب شعبه میزنیم، البته اگه خدا بخواد. والا طرفدار پیدا میکنه. پسر با فکرم، چه فکرایی به ذهنت میرسه. خب بابا چطور بود؟ خوشت اومد؟ بدک نیست، بالاخره یه طعمی داره دیگه. وقتی آخر هفته واسه یاد دادن نحوه پختش اومدن میبینی. سامی بیا اینم امتحان کن. بسه. وای بسر جمعش کنم. خیلی خوش اومدین، سفارش داشتین؟ شما پدر کوزه تکین اغلو هستین؟ بله، شما کی هستی؟ من عموی زنشم. زنش؟ عموی سیمای. نه نزاکت. خاموش هنوز. پدر و مادرش از ازدواج اینا خبر ندارن. من باور نمی کنم. کازه این کارو نمی کنه. دلیلی نداره. میگم خبر ندارن. اینا از من شنیدن. این پسره تازه از حبس اومده بیرون. سابقه داره. آره. خوب کسی رو پیدا کرده. خوب. واسه ماره کشیدن روی گندی که زده رفته دختره رو عقد کرده. حالا هی گرگه کن. بذار ببینم چی میشه. بذار حرف بزنیم، معلوم میشه چی شده. باشه، بازم بهت زنگ بزنم. زنداداشم داره گریه میکنه. افسردش کردیم. پسرتون آبروی ما رو برده. ما هم از این خانواده ها نیستیم که از این کسافتکار یا خوشمون بیاد. با سیما دوست بودن. درسته به خونمون رفت و من داشت، ولی ازدواج نه. با عقدنامش یه جلوی ما سبز شد و گفت ما ازدواج کردیم با وقاحت تمام. پسر من همچین کاری نمی کنه. گنه تو یه چیزی بگو، همچین چیزی نمیشه. یه دونه دختر بود، معلومه پسرتون گولش زده. سیمیت میخواستم. بهتر اینجا حرف نزنیم، بریم خونه، در خدمتتون هستیم. بچه ها به مشتری برسید. هندن خانم پالتوی منو بده. شما بفرمایید. ببین چه بلای سرمون اومد. ممنونم. مشکلی نیست؟ نه، بقیهشو من خودم حل میکنم. از کارآگاه ارمان تشکر کنیم، بعد میام میبینمش. بله حتما. پس شما بودید که مرتب سراغ کوزایو میگرفتی؟ معلومه، دخترمونه، نمیتونستیم بیکار بمونیم. از این طرف میبینی دوباره چه بلای سرمون آورد. خدایا خودت کمکمون کن. بفرمایید.